طالبان در اقدام تازه اپلیکیشن‌های محبوب تیک تاک و پاپچی را در افغانستان مسدود کرده است. این اقدام بخشی از سیاست‌های سختگیرانه طالبان برای کنترل اینترنت و محتوای دیجیتال در کشور است. بر اساس گزارش‌ها این گروه به دلیل آنکه این اپلیکیشن‌ها را عامل گمراهی جوانان و اتلاف وقت می‌داند، تصمیم به مسدود کردن آنها گرفته است. وزارت مخابرات طالبان اعلام کرده است این سایت ها بر اساس حکم رئیس الوزرای طالبان مسدود شدند. طالبان اعلام کردند که تیک تاک و پابجی موجب بی اخلاقی و انحراف نسل جوان می شوند و با ارزش های اسلامی و فرهنگی افغانستان در تضاد هستند. آنها تیک تاک را به دلیل انتشار محتوای سرگرمی و پابجی را به دلیل ترویج خشونت و رفتارهای ناهنجار مضر دانسته و اعلام کردند که این تصمیم در جهت حفظ ارزش‌های اسلامی و امنیت اجتماعی گرفته شده است. این تصمیم واکنش‌های متفاوتی در جامعه به همراه داشته است. بسیاری از جوانان و کاربران فضای مجازی این اقدام را سرکوب آزادی‌های دیجیتال می‌دانند و آن را بخشی از سیاست‌های گسترده‌تر طالبان برای کنترل جامعه توصیف کردند. با این حال برخی از گروه‌های محافظه‌کار در افغانستان از این تصمیم حمایت کرده و آن را گام مثبت در جهت محافظت از جوانان می‌دانند. طالبان به تدریج محدودیت‌های بیشتری بر شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اعمال می‌کنند. علاوه بر این، سانسور رسانه‌ها و کنترل نشرات تلویزیونی نیز بخشی از اقدامات طالبان برای کنترل اطلاعات است. به تازگی، مقامات طالبان اعلام کردند که برنامه‌های زنده سیاسی رسانه‌ها نیز باید متوقف شوند. مسدود شدن تیک تاک و پابجی بخشی از رویکرد طالبان برای کنترل اینترنت و سانسور محتوای دیجیتال است. این تصمیم به شکل گسترده در افغانستان و حتی در سطح بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته و نگرانی‌های زیادی درباره آزادی‌های فردی و دسترسی به اینترنت در دوران حکومت طالبان ایجاد کرده است.